هنرمندان و بازیگران محبوبی که پاییز امسال جامعه هنری و ملت ایران را به سوگ نشاندند. این روزها اخبار فوت شده را می شنویم و گویی هنرمندانی که در این سال به سوی دیار باقی ره سپار می شوند بیشتر از دیگر سال هاست. در ادامه هنرمندانی که در پاییز 1402 فوت شده اند را می بینیم. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر شاید یکی از دردناکترین و بدترین خبرهای پاییز امسال به قطر رسیدن داریوش مهرجویی نویسنده و کارگردان سینما و همسرش بود که 22 مهر در خانه ویلایی خود در مشکین دشت به قطر رسیدند. داریوش مهرجویی 84 و همسرش 55 سال داشتند. ممنون میشم لایک رو بزنین تا ویدیو رو ادامه بدیم. آتیلا پسیانی بیشک آتیلا پسیانی یکی از محبوب ترین بازیگران سینما و تلویزیون بود که مدتی با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد. ده اردیبهشت ماه 1402 مراسم بزرگداشتی برای وی برگزار شد و در تاریخ 28 شهریور 1402 اعلام شد که او در بیمارستانی در فرانسه بستری شده. اما متاسفانه در 14 مهر بر اثر عوارض بیماری در این کشور و در سن 66 سالگی دار فانی را وداع گفت. بیتا فرحی دیگر بازیگر سرشناسی بود که در پاییز امسال از دست دادیم. ناصر چشم آذر در سال 68 او را برای فیلم هامون به داریوش مهرجویی معرفی کرد و بیتا فرحی در سن 31 سالگی اولین تجربه بازیگریش رقم خورد. او در تاریخ 4 آذر ماه 1402 به علت عارضه قلبی و ریوی در بیمارستان دی و در حالی که 65 سال داشت درگذشت. آرش میر احمدی شاید بشه گفت یکی از غافل گیر کننده ترین مرگ ها متعلق به آرش میر احمدی بود. آرش میراحمدی یک هفته قبل از فوتش در ویدیویی اعلام کرد که به بیماری سرطان پانکراس مبتلا شده و از هفته آینده برای درمان اقدام می کند. اما سرطان او خیلی زود پیشرفت کرد و حدود یک هفته از انتشار این ویدیو در 28 شهریور 1402 و در حالی که فقط 52 سال داشت از دنیا رفت. فردوس کاویانی چند سالی را به دور از سینما و تلویزیون گذراند و به دست فراموشی سپرده شده بود. نه کسی به او پیشنهادی می داد و نه سراغی ازش می گرفت. وی هم بابت این ماجرا بارها گلایه کرده بود. فردوس کاویانی سالهای آخر عمرش به بیماری پارکینسون مبتلا شده بود که متاسفانه در تاریخ 9 مهر ماه 1402 در منزلش در تهران و در سن 82 سالگی از میان مان رفت. پروانه معصومی سکینه کبودرآهنگی که با نام هنری پروانه معصومی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون شناخته می شود
مرگ و خاکسپاری غریبانه ای داشت و مراسم خاکسپاری او با جمعیت حداقلی برگزار شد. پروانه معصومی به روماتیسم مفصلی مبتلا بود. او در تاریخ 29 آبان در بیمارستان بستری شد و 6 آذر در صومعه سرا و در سن 79 سالگی درگذشت. یکی از دلایلی که مراسم خاکسپاری او با جمعیت کمی برگزار شد مربوط می شود به حمایت او از مسئولین که این حمایت به مذاق خیلی ها خوش نیامده بود. امرالله صابری، این بازیگر پیشکسوت بدور از هیاهو و در سکوت فوت کرد. او متولد سال 1320 در تونکابون بود. دارای لیسانس کارگردانی و بازیگری از دانشگاه دولتی هانوفر آلمان بود. در سال 1347 همکاری با تلویزیون را آغاز کرد. امرالله صابری در 5 مهر 1402 در سن 82 سالگی به دلیل کهولت سن درگذشت. اکبر قدمی، علی اکبر قدمی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون هم که در فیلم ها و سریال های زیادی حضور داشت، در 26 مهر ماه 1402 در سن 72 سالگی در کشور آمریکا درگذشت. پیکر این بازیگر پیشکسوت در گورستان آلترو مموریال پارک ایالت کالیفرنیا دفن شد تا به این شکل وداع غریبانه ای داشته باشد. به این شکل پاییز بیرحم امسال 9 هنرمند را از جامعه هنری گرفت که هر کدام از این عزیزان کلی برای ما خاطره سازی کرده بودند. روحشان شاد و یادشان گرامی. اگر بازیگر دیگری هم میشناسید که پاییز امسال فوت کرده توی کامنت ها برامون بنویسین. از ویدیوهای پیشنهادی هم دیدن کنید و اگر به اخبار مربوط به هنرمندان و سلبریتی ها علاقه‌مندین با لایک و سابسکرایب و زدن زنگوله کنارش از ما حمایت کنید.